ستاره های کوتوله قرمز میزبان چه نوع سیاراتی هستند؟ سیارات فراخورشیدی کوچکتر از نپتون در اطراف ستاره های کوتوله قرمز مرسوم هستند. اینکه این سیارات حالا قابل سکونتن یا خیر معلوم نیست، چون درک ما از ترکیبات اونها کمه. در تحقیقات جدیدی که دانشمندان دانشگاه شیکاگو انجام دادن، سه نوع سیاره مختلف در اطراف کوتوله های قرمز شناسایی شده. همراهان تکسون تیوی سلام، با یه ویدیوی دیگه در کنار شما ایم و قصد داریم توی این ویدیو به این موضوع بپردازیم که ستاره های کوتوله قرمز میزبان چه نوع سیاراتی هستند. ولی قبلش ازتون میخوایم لطفاً به کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا اولین نفری باشین که ویدیوهای جدید ما رو میبینه. فراوانی کوتوله های قرمز. اجرام زیست پذیر اطراف ستاره های کوتوله های قرمز بهترین نامزد برای میزبانی زیست فرازمینی هست. در واقع بهترین جای کیهان برای یافتن حیات فرازمینیه. کوتوله های قرمز فراوان ترین نوع ستاره در جهانه و هر یک از اونها احتمالاً دارای سیاره‌ای هستن که در ناحیه زیست پذیرشون قرار گرفته. این ناحیه بهترین شانس برای وجود حیات بیگانه رو داراست. کوتوله های قرمز که ستاره های کوتوله M هم خوانده میشن، بیش از 50 برابر تاریکتر از خورشیدن و فقط 7.5 تا 15% اون جرم دارن. این اجرام کیهانی 78% ستاره های جهان رو تشکیل میدن. شناسایی سیارات اطراف کوتوله سرخ. ناحیه قابل سکونت اطراف ستاره های کوتوله قرمز نزدیک به ستاره مرکزی منظوم است و به همین دلیل امکان شناسایی سیاره هایی که در این ناحیه قرار دارن از طریق گذر سیارات از جلوی ستاره بیشتره. در بررسی اثرات نوری ایجاد شده توسط سیاره بر روی نور ستاره، امکان محاسبه اندازه سیاره وجود داره. با اندازه گیری کشش گرانشی ایجاد شده توسط سیاره و اثر اون بر روی ستاره، میشه جرم سیاره فراخورشیدی رو تخمین زد. ترکیب این دو داده میتونه بهمون بینشی کلی در مورد سیاره مورد مطالعه بده. به این ترتیب میشه فهمید که سیاره مورد مطالعه یه جسم گازی مثل مشتریه یا یه جسم کوچیک و چگال و سنگی مثل زمینه. انواع سیارات اطراف کوتوله سرخ. محققین دانشگاه شیکاگو توی آخرین مطالعه خودشون 43 سیاره با شعاع کمتر از 4 برابر زمین رو در 26 منظومه به میزبانی ستاره های کوتوله قرمز مورد بررسی قرار دادن. اونها فهمیدن که سیارات اطراف این نوع ستاره توی 3 دسته مختلف قرار میگیرن: سیارات سنگی، سیارات گازی و سیارات آبی. سیارات آبی در واقع سیاراتی هستن که 50% از سنگ و 50% از آب تشکیل شدن. این سیارات آنچنان به ستاره مرکزی میزبان خودشون نزدیک هستن که امکان وجود آب بر روی سطح اونها وجود نداره و آب در سطح اونها در فاز گازیه و به همین دلیل شعاع سیاره بزرگتر از چیزی به نظر میرسه که در واقعیت هست. در عوض آب بر روی این سیارات در سنگ ها مدفونه. تشکیل سیارات فراخورشیدی. نتایج مطالعات تایید کننده یکی از نظریه های تشکیل سیارات فراخورشیدیه. طبق این نظریه سیارات فراخورشیدی در فاصله دور از ستاره مرکزی خودشون تشکیل میشن و بعدش در طول زمان به ستاره میزبان خودشون نزدیک میشن. سیارات مملو از آب با استفاده از یخ و سنگ تشکیل شدن و بعدش به فاصله نزدیکی از ستاره میزبان مهاجرت کردن. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم از تماشای اون لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین به نظرتون توی منظومه خورشیدی حیات فرازمینی وجود داره؟ خوشحال میشیم نظرات و دانش‌های خودتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. ممنون که با ما همراه بودین.